مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، برای گفتگوی بیشتر در مورد با ما همراه شدن. آقای محمدی خیلی خوش اومدین. همونطور که پیشتر هم دیدیم، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به حمله به بیمارستان الاهلی در غزه گفته اسرائیل از تمامی خطوط قرمزها گذشته با این حمله. فکر میکنید که آیا این اتفاق باعث تشدید درگیری ها خواهد شد؟ خب البته این اتفاق ناگوار باعث تشدید احساسات در دو طرف خواهد شد، برخی حملات رو ممکنه دامن بزنه، اما دو نکته در اینجا وجود داره. نکته اول این که متاسفانه در خاورمیانه نه گروه‌های مستقلی برای بررسی این گونه حوادث هستند، برای اینکه افراد یا گروه‌ها، سازمان‌ها، دولت‌ها به سرعت دست به داوری نزنند و نه دولت‌ها چندان گوش شنوایی برای این موضوع دارند. مواضع دولت‌های عربی و مقامات فلسطینی به نظر من به شدت سریع بوده، بدون توجه به اینکه بررسی صورت بگیره، شواهد مورد توجه قرار داده بشه، این مواضع ابراز شده و هنوز هم چندان دقیق روشن نیست که آیا واقعاً اسرائیل این کار رو انجام داده یا اینکه موشک‌های جهاد اسلامی موجب این داستان بودند، چون شواهدی عرضه شده از هر دو طرف، ولی این شواهد همچنان افراد رو رهنمون نمیشه به اینکه نتیجه گیری مشخصی رو داشته باشند. نکته دوم هم این هست که درخواست آتش بس بعد از این ماجرای ناگوار عرضه نشده. درخواست آتش بس از سوی فلسطینی ها و در واقع حامیان گروه حماس از روز اول اعلام شده، ربطی به این داستان خاص نداره، اما اینها به نظر من روند جنگ رو چندان تغییر نمیده. راهبرد اسرائیل از روز اول این بوده است که حماس رو از حکمرانی در غزه پایین بکشه. مواضع دولت امریکا هم همین بوده و به نظر من همین مسیر ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر اتفاقات بسیار ناگواری مثل این داستان هم پیش بیاد. خب آقای محمدی، فکر میکنین که این حمله باعث میشه تا کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای عربی و کشورهای همسایه اسرائیل، فشار بیشتری رو وارد کنن بر ایالات متحده به عنوان کشوری که از جمله حامیان بزرگ اسرائیل هست، تا مقامات این کشور رو مجبور به آتش بس کنن و یا اینکه توقف درگیری ها؟ خب بستگی تام و تمامی داره به مدارک و شواهدی که دو طرف عرضه می کنند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده رسما که هم یک فایل صوتی وجود داره از گفتگوی میان تروریست هایی در غزه، هم اطلاعات راداری وجود داره و هم فیلم هایی وجود داره. یک فیلم رو هم الجزیره در واقع پخش مستقیم بوده، کاملا نشون میده که یک مجموعه ای از موشک رو از غزه دارن پرتاب میکنن، یکیش فرو میفته و بعد انفجاری در روی زمین رخ میده، اما دقیق مشخص نیست که این فیلم چه زمانی گرفته شده، آیا پخش مستقیم بوده یا در زمانی که پخش میشده آیا پخش مستقیم زنده بوده یا اینکه از قبل ضبط شده بوده. اطلاعات ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که این اطلاعات رو در اختیار بایدن قرار میده هنگامی که ایشون در اسرائیل فرود بیاد. اگر نتیجه این باشه که اسرائیل این کار رو انجام داده، خب طبعا فشارها رو بر اسرائیل افزایش میده. دولت امریکا هم در طول یک هفته گذشته تلاشش بر این بوده است که روند جنگ رو، تنش رو کاهش بده. به همین دلیل هم هست که جنگ زمینی هنوز شروع نشده، اما اگر طرف مقابل باشه، اگر جهاد اسلامی چنین کاری رو کرده باشه، به نظر من هیچ تأثیری در ادامه جنگ نخواهد داشت و اسرائیل همون مسیر رو که از پیش انتخاب کرده که پایین کشیدن حماس از حکومت در غزه هست، اون مسیر رو ادامه خواهد داد.